سلام رفقا، ظهرتون بخیر. چه خبرها؟ امروز شنبه است، من آفم، شیفت ندارم اتاق من، و طبق معمول روزهایی که شیفت ندارم ساعت 10 صبح میریم به سمت باشگاه، یعنی یه راید ریز مترو از این مترو داغون و ردشیم. خدای قیافه مترو رو نگاه، یعنی انگار اومدی جکوزی. خدایا باشگاه وقتی که من این ساعت میرم خلوته و خیلی خوبه، همه وسایلش در دست است، مثل اینکه اومدی باشگاه خصوصی. خیلی خوبه، حال میده. آخرین تمرینی که داشتم تمرین شکم بود، تمرینای شکم بود. من کلا از تمرینای شکم یه جورای فراریم، یعنی هنوز نتونستم تو خودم هضمش بکنم که تمرین شکم رو کامل انجام بدم، یه مقدار سختمه. امروز داستان اینه که من نیاز به چیز دارم، یعنی میخوام خرج اضافه بر خودم بتراشم. اضافه هم البته نیست، لازمه واقعا. دمپایی اتاق عمل نیاز دارم و چون من مثلا عموم شیفتایی که میرم شیفتای لانگه 12 ساعتی هن، به دمپایی به سیستم نیاز دارم که واقعا راحت باشه. حالا چند جا پیدا کردم، حالا بریم ببینیم چی دستگیرمون میشه. یه دمپایی خیلی معروفی هست، مدلشون بهشون میگن دمپایی کراکس. اینا خیلی راحتن اما بیشترف ها گرونن، خب بالا یه تومن قیمت این هست. حالا سایت خود کراکس قیمت اینا رو میگه که چند، میگه 1400. خب اما سایز 45ش رو نداره. حالا من میخوام چک کنم ببینم آیا سایز 44 به میخوره یا نه، که بعد همونجا خیلی ریز از اون سایت بخواهم بگیر. حالا اصلا بریم ببینیم چه شکلی میشه، اگه تونستیم ازش تخفیف توپول بگیریم که میگیریم. سیستمی شکلیه، پس برو بریم. خب رفقا، بیاید براتون بگم که ته داستان چه شکلی شد. براتون گفتم قیمتهای اصلا قیمتاش خیلی عجیب و غریب بالا بود. ببین فکر کن که الان مثلا این بگه 1900، بعد مثلا اول مهرم بشه 2,100,000، بعد تهران مثلا یه جا پیدا کرده باشه بگه 1400. جالبه نه؟ بگذاریم. زنگ زدم به چیز، به پشتیبانی کراکسی که توی تهران نمایندگیشو داره، چون خود کراکس یه شرکت آمریکاییه. خب عموم کراکسایی که توی ایران وجود داره اصل نیستن، به مدل این مدل دمپایی‌ها میگن کراکس، اما توی تهران میشه اصلشو پیدا کرد. توی اصفهان هم فقط همین یه جاست که اصلشو داره، به خاطر همین گوشبوریه سیستمش. بگذاریم نونشو نه آجر نکنیم، ولی خدایی مثلا اسکرابایی که داره اسکرابای خوبیه. حالا براتون بعداً توضیح میدم که چه چیزهایی رو توی لباسهای اتاق عمل باید بهش دقت بکنید برای اینکه بهترین کاربرد رو بهتون بده. اتفاقاً واسه همین رو بنویسمش که یه ویدیو در این مورد حتما بگیرم. لباسهای اتاق عمل، نکاتی که باید دقت کنید. آره اینو این یادم باشه ویدیوش حتما براتون میگم، چون ویدیو جالبیه. یه سری نکات ریز وجود داره توی لباس‌های اتاق عمل که تا توی فیلد تجربه نکنید به اهمیت و لزومشون پی نمیبرید. اینو حالا براتون بعدم میگم. هیچی، ما زنگ زدیم به پشتیبانی اون سایتی که توی تهران داشتین و عرضه میکرد، من بهش گفتم آقا من سایز پام 44-45، اما تو زدی که ندارم. خب تو زدی که 43-44 دارم، میاری نمیاری داستان چیه؟ بعد این رفت چک کرد سایت رو، گفت آیدیش اشتباه خورده، یعنی مثلا مارک M11 من باید بردارم. M11 این زده روی 55-56، با اون که 55-56 M12ه، میگه ما M12 رو نداریم اما M11 رو داریم، M11ش به ما میخورد. ما هم دیگه همون موقعی که دیگه تنور داغ بود نون رو چسبوندیم و سفارش دادیم، حالا منتظریم تا بیاد. یه چند تا خرج اساسی من فعلا برای خودم بریدم. یکی همین دمپایی است. یه دونه اسکراب لازم دارم، یه لباس
اتاق عمل لازم دارم و بگیرم، چون من الان دو تا لباس اتاق عمل دارم. خب چون من دو تا جو جا کار میکنم، یکیش یه جاست یکیش یه جا دیگه است، اما یکی از لباس اتاق عمل ها مال روزیه که اولین بار تو دوره دانشجویی رفتم اتاق عمل، مال 4 سال پیشه و با اینکه اسکراب خیلی خوب و راحتیه اما یه مقدار تلتلی شده دیگه، معلومه که مدت زمان زیادی ازش گذشته و لزوم این رو میرسونه که ما باید یه دونه اسکراب بگیریم. حالا اسکراب ها از 300 تومن هست تا 1,100,000 تومن. حالا فعلا دارم خودم رو کنترل میکنم نرم و 1,000,000 رو بگیرم، حالا تا ببینیم چه شکلی میشه. حالا فعلا بذار این نونی که چسبوندیم در بیاد از تو تنور، ببینیم اصلا چیکار کردیم تا بعد یه فکری به حال بقیه داستانش هم بکنیم. اینم از این. یه خرج اساسی دیگه ای هم که برای خودم تراشیدم، نتیجهش که در اومد براتون میگم. فعلا نمیخوام فاش بکنم که چی کار کردم و چه گلی به سر خودم زدم، وقتی که اومد متوجه میشید. خب اینم از این، بریم به سراغ ادامه کارامون. یه چیزی که میخواستم براتون بگم این بود این که وقتی میخواید یه چیزی بخرید، به این فکر نکنید که آقا اول جایی که پیدا کردیم بریم بخریم و بیان بیرون. نه اصلا و به هیچ وجه، مخصوصا توی دنیای امروزی که اینترنت وجود داره، شما دسترسی نامحدود به همه جای کشور دارید، حداقل برای چیزهایی که میخواید بخرید. همیشه وقتی که یه چیزی رو میبینی یه سرچی هم بزنید، شاید قیمت کمترش هم پیدا کردید. همینطوری که من مثلا این کراکس رو 2,100,000 رو کردم 1,400,000. خب یعنی قیمت همینطوریش قیمت بالایی هست. خب حالا هر چقدر که تو بتونی با همون کیفیت قیمت رو بیاری پایین تر بهتره. خیلی از افراد مثلا این کار رو مصداق اصفهانی بازی میدونن، اما اون افرادی که این کار رو مصداق اصفهانی بازی میدونن همون افرادی هستن که همیشه 8شون گرون 9شونه. خب پس حرف اضافه میزنن. اتفاقا این موارد جزء کارهای لازمه که شما توی علم مالی باید اینا رو بدونید. خب همیشه هر وقت یه چیزی رو با یه قیمتی یه نفر بهتون انداخت، نگید که اوکی پس حتما قیمتش همینه، یه سرچی هم بزن. خب من قبل از این که اصلا برم اینجا تو اصفهان پیدا کرده بودم سایت رو، خب و میدونستم که قیمت چارتش چه شکلیه، چند تا سایت پیدا کرده بودم عموم قیمت رو پیدا کردم. بعد رفتم اونجا میگه که قیمتش مثلا 1,900، هفته دیگه مثلا میشه 200. من گفتم رو چه حسابی قیمتت این شکلیه؟ بعد میگه که خب جنسای ما اصل دیگه، اورجیناله و هزینه حمل و نقل و شیپینگ و میپینگ و اینجور چیزا. بعد من بهش گفتم که ببین با خوشکویی که حرف نمیزنی که، تهرانش الان داری میده 1,400. تو به خاطر اینکه تنها کسی هستی که داری محصول رو تو اصفهان عرضه میکنی اینقدر داری گرون میگیری؟ فکر نکن من نمیفهمم. خب البته این شکلی من بهش نگفتم، یه جور دیگه بهش گفتم، اما بهش فهموندم که آقا من نابلد نیستم، از پشکو هم نیومدم، مشقام هم نوشتم که اومدم، خب هومورک هم انجام دادم، میدونم قیمت کلی دوروبر چارچوبش چه شکلیه و تو عملا داری نزدیک دو برابر قیمت کلی داری میدی. خب پس انتظار نداشته باش من بیام از تو بخرم. اینم از این. به غیر از این که ترکیب رنگ بندیاش هم ناکامل بود، نمیدونم داستان زیاد داشت. منظور کلی این که وقتی که میخواد یه چیزی رو بخرید، حواستون به این ریزکاریاش باشه. همین ریزکاریاست که بهتون اجازه میده که بعدن یه چیز دیگه هم مثلا بخرید. خرج اضافه قرار نیست بکنید، اما همون خرجی هم که دارید میکنید و میدونید لازمه، خرج درست بکنید. یکی از دلایل اساسی که من اصلا گفتم با خودم که بیام این کشف اتاق عمل رو بگیرم به خاطر این بود که خب من ساعتهایی که تو اتاق عمل هستم ساعتهای زیادیه، یا 8 ساعت تو اتاق عملم یا اگر که شیفت لانگ باشم 12 ساعت تو اتاق عملم. اگر عصر و شب بهم بخوره خب یه 7 ساعته و یه 12 ساعت. خب یعنی عدد بالاییه، یا نه 7 ساعت 12 ساعت چیه، یه 12 ساعته دیگه که حالا بهره وری بهش بخوره میشه 18 ساعت. کاری فعلا ما این داستان نداریم، اینو فعلا استوب بذارید کنار. کلیتش این که پای آدم توی کفشای عادی اتاق عمل تا یه جایی کشش داره. خب این کفشی که من الان دارم مثلا میپوشم کفش اوکیه، اما تا 5 ساعت تا 6 ساعت نهایتا راحتی توش. بعد از اینکه اون مدت زمان رد بشه، میسه اینه که داره مثلا پاتو مچاله میکنه.
خب این حالا این نکته های ریزشو که چه چیزهایی شما باید بهش دقت بکنید برای مثلا اتاق عمل و لباس های کلی که برای کارتون میخواد بگیرید و اینجور چیزها رو توی اون ویدیوی که الان نوشتم براتون بیشتر توضیح میدم. پس حتما حتما یادتون نره که سابسکرایب بکنید، زنگوله کانالش هم بزنید تا نوتیفیکیشن این یکی ویدیویی که بعداً براتون میخوام بگیرم حتما براتون بیاد، از دستش ندید. و اگر که تا اینجای کار از این ولاگ خوشتون اومده حتما حتما لایکش بکنید و اینکه برام حتما کامنت بنویسید، نظرتون رو برام بگید کلا که به نظرتون اصلا ارزش داشت که من همچین حرکتی زدم، ارزش نداشت. حتما اون چیزی که تو ذهنتون میاد رو حتما برام بنویسید، چون همشون رو میخونم و به همشون هم جواب میدم. دمتون گرم که تا اینجا کار با من همراه بودید. تا ویدیوی بعدی فعلا.